سلام دوباره به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، میثم عتیق هستم و به همراه سایر دستان در کارم بخش دوم مجموع برنامه رویدادهای امروز جمعه 18 فروردین 1402 رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به سرخط چند خبر مهم. جمعی از اعضای کتابخانه ملی روز پنجشنبه در اعتراض به حجاب اجباری و تعلیق برخی از اعضای کتابخانه به علت عدم رعایت حجاب دست به تجمع زدند. اما روز پنجشنبه 17 فروردین پس از پایان کنسرت آرمین زارعی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران، مردم و شرکت کنندگان به یاد حمیدرضا روحی ترانه مورد علاقه او را همخوانی کردند. وکیل زندانی سیاسی گلرخ ایرایی اعلام کرد که از موکلش خواسته شده تا نامه درخواست عفو را امضا کند تا آزاد شود، اما گلرخ ایرایی نپذیرفته است. رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش که از سال گذشته ریاست دانشگاه فرهنگیان رو هم به عهده گرفته، دانشجویان و اساتید رو تهدید کرده که همه معترضان باید شناسایی و اخراج بشن. فایل صوتی مربوط به این اظهارات از سخنرانیشون در دانشگاه هرمزگان، فرهنگیان هرمزگان بوده. و خبر آخر اینکه کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی مفصل از آخرین وضعیت توماج صالحی صحبت کرده و از جامعه جهانی و سازمان‌های هنری و نهادهای مدافع آزادی بیان خواسته که خواستار آزادی فوری توماج صالحی شود. کمپین حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه 17 فروردین گزارش مفصلی از آخرین وضعیت توماج صالحی در زندان منتشر کرده که مبتنی بر مصاحبه با نزدیکان توماج در داخل و خارج کشور هست. در این گزارش وضعیت سلامتی وی نگران کننده اعلام شده و از نیاز مبرم توماج به دسترسی به خدمات درمانی خبر داده. همچنین این گزارش اشاره داره به وضعیت نگهداری او در سلول انفرادی در بیش از 5 ماه گذشته، شکنجه هایی که انجام شده، شیوه دستگیری توماج و همینطور وضعیت دسترسی او به وکیل در ماه‌های گذشته. در این گزارش به گفته یکی از نزدیکان توماج وضعیت سلامتی اون اینجور توصیف میشه: توماج در روزهای اول دستگیری به شدت شکنجه شده، چشم چپ توماج به دلیل ضرباتی که به سر و چشمش وارد شده بود به شدت آسیب دیده، در حال حاضر هم وضعیت سلامت چشمش اصلا مشخص نیست. در این مدت هیچ اقدام جدی و رسیدگی پزشکی صورت نگرفته. پای راست توماج رو هم در جریان همین شکنجه ها و برخوردهای فیزیکی شکستن که وضعیت پای توماج هم اصلا وضعیت خوبی نیست و شاید احتیاج به جراحی داشته باشه. برای گفتگوی بیشتر در رابطه با این خبر و صحبت کردن راجع به جوانب مختلف این گزارش دعوت کردیم از شیوا محبوبی از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. سلام و خوش آمد میگم به شما شیوا محبوبی. خب گزارشی که منتشر شده جنبه‌های بسیار متعددی رو داره، از شما میشنویم در رابطه با این گزارش و مهمترین نکاتی که در اون میبینید. ببینید این گزارش خب خیلی مهمه، درسته ممکنه بخش هایی رو قبلا شنیدیم، ولی وقتی که به کل این گزارش نگاه میکنین مجموعه ای از اقدامات رژیم رو میبینین به قصد از بین بردن توماج صالحی. زمانی که برای دستگیریش 70 مأمور مسلح هجوم میبره و دستگیرش میکنه و همینطور که میدونین چند دقیقه قبل یک فیلمی تهیه کرده بود، گفته بود توماج اعتراف کرده در حالی که چشمانش بسته بود که بعد دروغ بود، یعنی تمام فشار رو آورده که بتونه با اتهاماتی که داره میزنه حکم اعدام بده و یا اینکه توماج رو از طریق شکنجه از بین ببره. اگر آگاهگری عمومی، اگر اطلاع رسانی نبود، تا حال توماج زنده نبود. و به همین دلیل وقتی نگاه میکنین اینها حتی
محروم کردن توماج رو از درمان به عنوان شکنجه استفاده میکنن و که از این طریق توماج رو از بین ببرن و بعد بگن به دلایل بیماری و غیره، همونطور که این کارها رو کردن قبلا، جانش رو از دست داده. وضعیت توماج به شدت خطرناکه. از یک جنبه جمهوری اسلامی به شدت حساس هستش روی وضعیت توماج و خود توماج، چون توماج همیشه صدای اعتراض بوده، هرگز ساکت نبوده، به یه سمبل اعتراض در واقع تبدیل شده در سطح ایران و همینطور در سطح جهانی، و از طرف دیگه به شدت تحت فشار هست، طوری که همینطور که شما اشاره کردید بیش از 5 ماه دستگیر شده در سلول انفرادی و از بیماری های بیشماری در واقع داره لطمه میبینه، در واقع جونش رو به خطر انداختن. ولی میدونیم که روحیه توماج به شدت واقعا قوی هستش، وکیلش این رو گفته بود، مادرش این رو گفتن، و همین باعث شده که جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. وضعیت بسیار خطرناکی داره و به نظر من باید مورد توجه جدی قرار بگیره. بله شیوا محبوبی، در این قسمت میخوایم صحبت کنیم در رابطه با اینکه چه کار میشه کرد برای این وضعیت، برای خاتمه این وضعیت و آزادی فوری توماج صالحی. اما پیش از اون دو تا اقدام جالب توجه در داخل کشور رو بررسی میکنیم در حمایت از توماج، سوای از دیوار نویسی های گسترده‌ای که در روزها و هفته‌های گذشته در حمایت از توماج صالحی داشتیم. توجه شما رو جلب می‌کنم به این تصویری که تا لحظات دیگه می‌بینید، مربوط به شهر اصفهان هست که چند دختر جوان در حمایت از توماج صالحی به مناسبت 155مین روز بازداشت توماج 15.5 کیلومتر رو دویدن تا یاد توماج رو گرامی داشته باشن و مقاومت او رو ستوده باشن. اما یک گزارشی هم از امروز به دست ما رسیده، مربوط به این هست که یک جوان انقلابی به مناسبت 160مین روز بازداشت توماج صالحی در برابر زندان حاضر شده با پلاکاردی که در دستش هست: توماج را آزاد کنید، هشتگ توماج صالحی. اما در اینجا برمیگردم به شما شیوا محبوبی، این اقدامات در داخل کشور رو هم دیدیم با توجه به وضعیت خیلی نگران کننده توماس، شما فکر میکنین اقدامات فوری که بخش‌های مختلف جامعه میتونن تو سطوح مختلف به پیش ببرن چه هست؟ ببینین، توماج به یک سمبل مقاومت تبدیل شده، چرا که صداش، اعتراضش همیشه شنیده شده و به همون معنی حمایت از توماج باید با صدای بلند باشه، باید در مقابل زندان ها باشه، باید در تمام اعتراضات باشه، چون حمایت از توماج حتی حمایت فقط از یک نفر نیست، بلکه از تمام صداهای آزادی خواهانه است. من فکر می کنم این اقداماتی که اشاره کردیم بسیار مهم هستش، اما در مقابل زندان اعتراض کردن ویژگی خاصی داره. هرچه اعتراضات در مقابل زندانی که توماج رو در اون نگه می‌دارن بیشتر باشه، جمهوری اسلامی اون خطر رو بیشتر احساس می‌کنه. ما می‌دونیم، دهه هاست این رو می‌دونیم که زمانی که زندانی سیاسی بیشتر مطرح بشه، بخش وسیع‌تری از جامعه بیان و در مورد اون زندانی صحبت کنن، امکان اینکه اون زندانی آزاد بشه بیشتر هستش. مورد در واقع خواننده فیلم، ببخشید، آهنگ برایه رو داشتیم، شرمین بود، و صدای بلندتر مطرح شد و همون اتفاقا باعث شد نجات پیدا بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم نباید محدود فقط به هنرمندان باشه، تشکلهای کارگری، تشکلهای زنان، تمام اینها به نظر من باید بیانیه بدن، اطلاعیه بدن و خواستار آزادی توماج باشن. به همین دلیل در داخل ایران تأثیر فوق‌العاده‌ای داره که این اعتراض فشار، در واقع این اعتراض و فشار بیشتر بیاد برای آزادی توماج. بله، و اما یه نکته دیگه ای هم که وجود داره این که در تجمعات صدای توماج فریاد زده بشه، کما اینکه در شامگاه چهارشنبه روبروی منزل خانواده روحی، حمیدرضا روحی، شاهد بودیم که صدها جوان دست در دست هم فریاد زدن
ما همه توماج هستیم به جنگ تا به جنگ. گزارش تصویری کوتاهی مربوط به همون لحظه رو آماده کردیم که میتونیم تا لحظات دیگه ببینیم که اعلام همبستگی و حمایت گسترده جوانان انقلابی رو نشون میده در شامگاه چهارشنبه 16 فروردین که به صدای توماج سالهی تبدیل شدن و خواستار آزادی او شدن. شیوا محبوبی، فرصتمون رو به پایان است، چند دقیقه بیشتر فرصت نمونده. در خارج کشور میدونم در تمام ماهای گذشته، در 5 ماه گذشته که بازداشت شده توماج، اقداماتی انجام شده. شما الان با تعجب منتشر شدن این گزارش و وخیمتر شدن وضعیت توماج، فکر میکنید در خارج کشور چه اقداماتی رو به صورت عاجل باید به پیش برد؟ من اجازه بدین یک نکته هم اضافه کنم. شما اشاره کردین جوان ها فریاد زدن صدای توماج رو. ما جمعه های اعتراضی رو در زاهدان داریم. به نظر من صدای توماج باید اونجا هم شنیده بشه. یک درسی که از انقلاب زن زندگی آزادی داریم این هستش که بخش های مختلف در ایران هستم که حمایت میکنن. هر جمعه اعتراضی در زاهدان باید خواستار آزادی توماج صالحی هم باشن. و در خارج از کشور خیلی مهم هستش. میدونیم که در واقع کفیل سیاسی توماج در سوئد هستش و مرتبا داره تلاش میکنه، اما به نظر من باید فشار بیشتری میاد. همین اخیرا یکی دو روزه وزارت خارجه آمریکا خواهان آزادی توماج صالحی و زندانیان سیاسی شده، ولی این فقط در حرف میمونه. سوال اینه که چه کارهای دیگه ای با مراجعه به دولت ها، با فشار به دولت ها آورد که رسما جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن نامه بنویسن؟ چون میبینین یه بخشش اینه در سطح محکوم کردنه و یه بخشش اینه که جزء مذاکراتشون باشه. اگر مذاکره ای، اگر دیداری با جمهوری اسلامی باشه، باید خواست آزادی توماج صالحی یکی از اونها باشه و این رو شهروندانی که در خارج از ایران هستن میتونن انجام بدن. در عین حالی که در تظاهرات های خارج از کشور مرتبا باید این خواسته مطرح بشه، ولی باید برن سراغ هنرمندان، سراغ دولت ها و بگن بهشون، ازشون بخوان فشار بیارن. هنرمندان پرقدرت و سلبریتی هایی هستن که امکان این رو دارن که فشار بیشتری بیاد. ما همونطور که شعار زن زندگی آزادی از طرف هنرمندان مختلف فریاد زده شد، در کنسرت ها فریاد زده شد، باید کاری کنیم آزادی توماج صالحی در همه جا باشه. ما فقط از این طریق، از طریق جلب همبستگی جهانی و اعتراض در داخل میتونیم کاری بکنیم که توماج صالحی آزاد بشه. بله، با تشکر از شما شیبا محبوبی که برنامه امروز رو همراه ما بود. اما بینندگان گرامی، در پایان این بخش از برنامه رویدادها توجه شما رو جلب میکنم به یک موزیک ویدیوی بسیار جالب. همونطور که میدونیم توماج صالحی در ترانه خودش رو به عنوان بازمانده آبان 98 معرفی کرده بود و این بار شاهد هستیم یکی از جوانان انقلابی، از نسل انقلاب زن زندگی آزادی در اقدامی قابل توجه، تکست آهنگ بازمانده آبان توماج رو با همین آهنگ روی دیوارهای شهرهای ایران نوشته. از بازماندگان آبانم، شعرم، صدام، جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، گمنامم، پینه دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام، سلطانم، خشکی قلب یه دریا، کمبال بریده یه پروازم، سیری یه صورت سربازم، تیره تو سینه یه احوازم، فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرم.